سلام، خسته نباشی و امیدوارم حالت خوب باشه. به این قسمت از مشاور بینانسی خوش اومدی. توی این قسمت میخوام در رابطه با بحث مهم کار شبانه صحبت کنم. چرا میگم این بازه خیلی مهمه؟ علتش اینه که یه سری مباحث توی کنکور هستن که مبتنی بر توانایی نه حفظیات، مثل حفظیات شیمی، مثلا برخی قسمت‌های محاسباتی، مثل کلاً زبان، یعنی هم کلوز ریدینگ و هم لغاتش، مثل آره و قرابت، قسمت‌هایی از عربی مثل درک مطلب. اینها مبتنی بر توانایی هم باید زمان بگذره که توشون قوی بشی. ما خیلی وقتا هست نمیایم اینا رو توی برنامه هفتگیمون قرار بدیم، چون خیلی تایم میبرن و نتیجه آنچنانی هم نمیدن. یعنی من بیام برای تو مثلا 2-3 ساعت آرای ادبی بذارم، میبینی آنچنان بازدهی نداره برای تو و توانایی آرای های ادبی تو آنچنان بالاتر نرفته. پس میایم توی کار شبانه قرار میدیم که هم وقتمون رو نگیرن و بتونیم به درسای دیگه برسیم، چون تعداد درس خیلی زیاده، و همین که بتونیم ذره توی اون مبحث قوی بشیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ اولا مبحث کار شبانه هیچ وقت نباید بیشتر از نیم ساعت بشه. خیلی از بچه‌ها هستن میان 3-4 تا مطلب میذارن برای کار شبانه، آرایه میذارن، قرابت میذارن، لغات میذارن، کلوز ریدینگ هم میذارن. خب این اسمش بازی مینور نیست، این دیگه شده بازی ماژور. پس بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که نهایتاً 2 تا مطلب، یه دونه یا 2 تا مطلب بذاری که بتونی اجراش بکنی و کلاً زیر نیم ساعت بشه هر دوتاش. پیشنهاد من اینه که شما بیا اول لغات زبان رو بذار برای یک بحث کار شبانه، کلوز ریدینگ نذار، چون شما باید چندین ماه لغات رو قوی بشی توش کار بکنی بعد کلوز ریدینگ رو شروع بکنی، چون خیلی از بچه‌ها از روز اول کلوز ریدینگ میذارن. این بازدهی نداره برای ما، یعنی به میزانی که میخونی نتیجه برداشت نمی‌کنی. علاوه بر اون، به جای اینکه ما ادبیات رو بیایم بذاریم توی بازه‌های هفتگی، چون 8 درسه مثلا رشته تجربی 8 درسه خیلی سنگینه، بخوایم خود ادبیات هم بذاریم توی بازه، پس بهترین کار اینه که بیایم بذاریم توی کار شبانه. میایم آره و قرابت اول میذاریم، مثلا به مدت 2 ماه آره و قرابت کار بکن، بعد از اون بیا لغات و حالا بحث دستور زبان و تاریخ ادبیات کار کن. اینکه چه جوری جریانش رو توی روش مطالعه ادبیات میگم، ولی دارم اینجا صرفا مثال میزنم. مثلا آره و قرابت هم نباید همش توی یه شب باشه، میتونه یک شب در میون باشه، شبی ربع ساعت آرایه، شب بعد ربع ساعت قرابت معنایی، کنارش ربع ساعت تیک 8 لغات، که تیک 8 لغات چیه رو توی بخش روش مطالعه زبان میخوام بهت بگم، و همین رو ادامه میدی، این مطلب رو ادامه میدی هر شب نیم ساعت به مدت چند ماه یه بار بعد عوضش بکنی. حالا چه ایرادی این وسط هست؟ ایراد کار اینه که اکثریت بچه ها فکر میکنن کار شبانه بازه مهمی نیست، چون دور افتاده و افتاده بازه‌ای که اصلاً اهمیت نداره و میگن حالا هر شب اینم کار بکن. چون خیلی از افراد هستن، خیلی از همکارای خودم، تایم دقیق مشخص نمیکنن، میگن حالا نیم ساعتم شبانه اینو کار بکن. اینجوری درست نیست، باید تایم دقیق براش بذاری و به اهمیت کارشبانه پی ببری. چون از نظر من، چون میگم مباحثی که مرتبط بر تواناییه از بقیه مباحث روز خیلی مهمتر کارشبانه، باید تایم دقیق داشته باشه، بیشتر از نیم ساعت نشه و حتما پیوستگی داشته باشی. یعنی اگر تو یه شب کار شبانه کار نکردی باید خودتو جریمه بکنی و حتما پایبند به بحث کار شبانت باشی. پس به عنوان جمع‌بندی میگم کار شبانه بازه مینوره، نماجور، هیچ وقت بیشتر از 2 مبحث نذار، مباحث باید ترتیبشون حفظ بشه. نمیتونی اول دستور زبان فارسی بذاری آره قرابت بذاری چند ماه دیگه، یا مثلا اول کلوز ریدینگ بذاری لغت کار نکنی. خیر، باید به ترتیب باشن این مباحث و سعی کن زیاده روی نکنی توش و هر شب هم اجراش بکنی. خب اینم از بحث کار شبانه. خیلی منتظر پست‌های بعدی هستم، چون یه سورپرایز خیلی خوب داریم توی پست‌های بعدی. امیدوارم موفق باشی.